بنا به گزارش رسیده، محمد امین آگوشی، زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه، از روز یکشنبه 24 مرداد ماه دست به اعتصاب قضا زده است. وی که توسط رژیم آخوندی به جرم محاربه محکوم به اعدام شده است، در اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده و نگهداری وی در بند زندانیان عادی دست به اعتصاب قضا زده است. روز گذشته جوانان شهرک یاسر در امیدیه خوزستان با مزدوران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. بنا به گزارش‌های دریافتی، این درگیری به دنبال یورش مزدوران سرکوبگر انتظامی به این شهرک روی داد و طی آن یکی از جوانان معترض به نام علی بدیری به ضرب گلوله مزدوران به قتل رسید. گزارش‌ها کیست؟ مردم در واکنش به این جنایت به مقابله با مزدوران سرکوبگر پرداختند. بنا به گزارش رسیده، رژیم آخوندی 30% حقوق کارمندان شرکت نفت خوزستان و کهگیلویه را کم کرده است. در مسیر جاده پلدختر، بروجرد و خرم‌آباد تردد تانکرهای بنزینی که از عراق قاچاق شده است باعث ایجاد ترافیک در این مسیر شده و بر اساس گفته‌های مردمی از مهر ماه قرار است بنزین لیتری 900 تومان شود که بیش از دو برابر قیمت فعلی است. در میان انواع مشکلات گریبانگیر مردم، صنعت داروسازی هم در ایران میدان رقابت‌ها و ندانمکاری‌های باندهای مختلف رژیم آخوندی شده است. رسانه‌های حکومتی 25 مرداد از یک طرف از رها شدگی بازار دارو و از طرف دیگر از افزایش انواع بیماری ها از جمله بیماری دیابت خبر دادند. خبرگزاری حکومتی مهر به گوشه ای از این معضل اجتماعی اشاره کرده و می نویسد هر سال 100 تا 200 هزار نفر در ایران به این بیماری مبتلا می شوند. روند ابتلا به دیابت در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی شتاب بیشتری دارد، به طوری که هر 15 سال تعداد مبتلایان به این بیماری در کشور 3 تا 4 برابر می شود که این آمار در کشورهای توسعه یافته و صنعتی کمتر است. بنا به گزارش دریافتی، بازاریان طلافروش در بندرعباس دست به اعتصاب زده و از باز کردن مغازه‌هایشان خودداری کردند. این بازاریان که در اعتراض به فقدان امنیت اقدام به اعتصاب کردند، اعلام کردند تا نگرفتن تضمین‌های لازم به اعتراض و اعتصاب خود ادامه خواهند داد. رژیم دیکتاتوری آخوندی حکم اعدام 8 تن در کرمان را مورد تایید قرار داد. دادخدا سالاری، رئیس بیدادگاه رژیم در کرمان، در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی مهر گفت حکم اعدام 8 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در استان کرمان از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.